چهره، تیپ، قد و اندام اینجا خود نمایی میکند. در صفحه نچندان طولانی برای راه دراز. نام نویسی مبتدیان مد فشن در افغانستان. آمدند نخستین کانون مدلینگ کابل را سر و سامان دهند. هرچند اغلبشان تازه کار آماتورند، اما میخواهند راهی را بروند که ستاره های مدلینگ جهان رفته. در افغانستان کمبود مدل ها به شدت حس می شود. کارگردانان به جای کاراکترهای افغان دنبال بازیگران پاکستانی، ایرانی یا تاجیکی می روند. ظاهر شدن در تابلوهای تبلیغاتی، فیلمهای هنری و کلیپهای تصویری از آرمانهایشان است. بخشی از این هنر هم از ایران آمده، از جمله عکاسی حرفه‌ای. من همیشه یک شخص با نام روبرتو کاولی، یکی از دیزاینرهای یا فشن دیزاینر خیلی مطرح است، البته خودش از ایتالیا است، که من معمولا طرحهایی که اونا داره او را تعقیب میکنم. در این برنامه از شبکه‌های اجتماعی برای دعوت از علاقمندان مدلینگ استفاده شده و بیش از 300 نفر هم نام نویسی کردند. حضور مردان زیاد و از زنان کم رنگ است، اما همین حضور حداقلی هم نشان می‌دهد که مد فشن در افغانستان منحصر به آقایان نیست. مدلینگ تا هنوز در افغانستان چندان جا نیفتاده، اما این جوانای تازه کار می‌خواهند پا به پای سالن‌های مد فشن اروپا و غرب قدم بگذارند. اما بر رسیدن به همین اتاق کوچک باید موانع زیادی از جمله حساسیت‌های فرهنگی و اجتماعی را پشت سر بگذارند. دو استدیوی حرفه‌ای عکاسی و تولید فیلم در کابل مبتکر برنامه اند. ایده زمانی آمد که یک شرکت بین المللی تولیدی کارکترهای خارجی را به دلیل تکراری بودن چهره های افغان در تبلیغات خود ترجیح داد. طراحان میگویند چهره های زیادی برای مدلینگ نیاز است، چه زشت چه زیبا. تمام کسایی که علاقه‌مندی دارن به هنر بازیگری شرکت کردن در اعلانات یا مگزین یا بیلبورد یا هر چیزی که در زبان عامیانه گفتار میشه، و قصد ما این بود که تمام اینا رو جمع کنیم و یک مجموعه درست کنیم. و این کارگردان همواره با چهره های تکراری روبرو شده. متاسفانه مخصوصا دختر خانوما در بخش هنر بازیگری بسیار مشکلات زیاد دارن و هنوز خانواده نپذیرفتن این به عنوان یک هنر و هم یک حرفه برای دختر خانم ها. مد فشن معیاری در افغانستان موضوعی تازه است. حتی در پایتخت کابل مدلینگ و بازیگری چندان آسان نیست. در گذشته فعالیت های مشابه مثل برگزاری نمایش مد فشن جنجالی شد، چرا که هنوز کار مدلینگ و بازیگری در این کشور سنتی برای بسیاری قابل هضم نیست. کاون خاموش، BBC کابل.